سلام، خوش آمدین به برنامه خودتان، برنامه قهرمانان. و ما هم در حضور شما خوبان قرار گرفتیم با یکی از قهرمانای خوب رشته مبارزات آزاد، کسی که در فصل گذشته هم ازشان در برنامه دعوت کرده بودیم و در این فصل هم مهمان ما هستند و مشهور به جیسپی افغانی هستند. واقعا که استعداد از این ورزشکار قابل قدر است، حتما شما به ذهنتان تصویرش خطور کرده باشه. عبدالسمی فیضی را با خود داریم، شما را خوش آمدید میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوابی صاحب سلام به شما، سلام به همه بیننده عزیز. بازم عبدالسمی فیضی هستم و خوشحال هستم که مهمان برنامه تان. سلامت باشین. چی باعث شد که خودت مشهور به جی اس پی شوی؟ البته جی اس پی افغانی دیگه. جی اس پی افغانی ای خو لقب است که دوستا به ما داده و ما خوش دارم. امی جورج سپیر از کانادا است، یک فایتر است، هم مخفف نامش جی اس پی است. بله، ما هم سبک فایت از اوره سبک فایت از اوره خوش دارم. یعنی او یک فایتر تکمیل است، اگر از نگاه دست پای ببینی، از نگاه بی جی جی حساب میشن، گرپلنگش ببینی، همه از نگاه ام ام ای تکمیل است، فایتر تکمیل است. و ما خودم هم یعنی یک قسم نیستم که در مسابقه تنها از مشت خود استفاده کنم یا تنها از پای یا تنها از سب میشن. میکس نظر به کارکر دریفم مثل جی اس بی واره در گراوند گیم هم کتم برم مشکل ندارم، بالای سادام کار کنم کتش مشکل ندارم. به این خاطر با ما مو خوش دارمش، علاقه مندش هستم. الگویم در دنیای ام ام ای جی اس بی هست و در بین افغان ها آسیف فیضی است. با ما هم خالکوبی که در بدن ما هست از جی اس پی تقلید کردیم، هم تیه خالکوبی. بله، در گردن شما هم هست، در بدن شما ما متوجه شدیم در جریان ای که تمریناتون رو ثبت میکردیم. خب از آسیف فیضی یاد کردین، چی کارایش و چگونه حرکات از او خوشت آمد که خودت علاقمند به او شدی؟ سابق ما که نه تمرین آغاز کرده بودم، نه که به دنیای ام ام ای رو آورده بودم، آسیب جان فیضی و قهرمان آسیا بود. خوب فایتر تکمیل است. کیک بوکس بودن. بله. بله. از کیک بوکس باز او چیز خود چنج کرده بود، ام ام ای شده بود، فری فایت. بله، ام ام ای بود. وقتی من نو ام ام ای را آغاز کردم، می دیدم تمرین ازیره در بین بچه های تیم بهترین کار کرد، بهترین فایت استاد آسیب میکرد که من واقعا خوش داشتم و می دیدم. امرای خود فکر میکردم، میگفتم روز شب که ما هم مثل زیوار دست پایم سب میشنم، فیزیک ما هم چیزم آماده باشه و ما مثل زیوار بتانم به وطن خود افتخار کمایی بکنم و مسابقه بکنم که الحمدلله فعلا به موارمان دل خود رسیده. سلامت باشی. از عمران جان سخیزاده، چون او هم دمون زمان فکر کنم که عضویت تیم ملی امی رشته مبارزات آزاد داشتن، امروی از او تمرینات تان بودن؟ بله، بله. چگونه می دیدین سطح کار از او؟ سابق ما در وزن 68 کیلو بازی می کردم. ما و عمران جان سخیزاده در منتخب تیم ملی یک جای فایت کردیم که او در وزن 77-80 کیلو مبارزه می کرد، ما در وزن 68-72. بازو در وزن خود در 80 کیلو برنده مدال طلا شد، در تیم اول شد و ما در وزن 72 کیلو مدال طلا را کمایی کردم و اول شدم در تیم که تا فعلا باز مسابقات تیم ملی انجام نشده و هنوز هم نمو تیم برحال است که ما و عمران و چند دوست دیگه ما در عضویت شده. خودتان از اون مسابقه داره ام ام ای فکر میکنم که خودت هم هستی، ورزش پیش کی آغاز کردی اون زمان؟ بله، ما تقریبا 9 یا 10 سال میشه که در این رشته مبارزات آزاد هستم دیگه. داشتیم استادای داشتیم که از ابتدا امرو یک استاد، بعد وقتی که عضویت تیم ملی را به دست آوردیم بعد نمیشد در او کلاب یا در او جای قید که ما به مسابقه خارجی آمادگی می گرفتیم. یعنی سطحش بلندتر بود. باز طبعا مسابقات ما، تمرینات ما همراه تیم بود، در تیم ملی تمرین میکردم امرای استاد واسی قیومی، تا حال امرای از اونم هست. بسیار عالی، بسیار خوب. حریف سرسخت کیره میبینی؟ البته در افغانستان. در افغانستان ما خوشبختانه هیچ حریف ندارم و کس شاید مرا کس رقیب یا حریف خود فکر کنه، ولی ما به همه قهرمانای افغانستان که چیزی در وزنم است یا در وزنم نیست افتخار میکنم، سرشان برشان احترام دارم و شاید
بازشان پشت ما غیبت هم بکنه یکان گپ بزنه. قبلا ما و شما یک ذره یادآوری کردیم، خود خیر ما به کلشان احترام دارم، نور چشم ما هستن. بله البته دوستایتان که هستن حتما از خوبی های شما زیادتر یاد میکنن و تا جایی که هم که ما شنیدیم از این لیاقت که در رشته MMA دارین و این برجستگی هایی که دارین، نام خدا همه جا زبان زد هستین، واقعا که استعدادتان قابل قدر است. چی وقت بخیر مسابقه دیگه در پیش داری؟ فکر کنم که به تعلیق افتاد این مسابقه که چند روز بعد داشتین. بله ما مسابقه داشتم در کشور دبی با یکی از قهرمانای روسیه که در تاریخ 11 فوریه قرار بود مسابقه ما باشه، که به اثر مشکلاتی که در سازمان به وجود آمد و فایترها نتوانست ویزه خود سر وقت بگیره، با مسابقه ما به خاطر یک ماه و 20 روز یعنی با 4 اپریل به تعویق افتاد. دیگه فعلا هم در قرنطینه هستم و تمرین های خود همه روزه دو تایم تمرین میکنم. 100% آماده هستم، آماده بودم خب، ولی مسابقه که به تعویق افتاد، یک ماه به تعویق افتاد، از این کده دیگه هم آمادگی خود سخت کده را ایستم و آرزو دارم و امی خواست ما از خودم که ما باید به نمایندگی از افغانستان مسابقه بکنم و یک مسابقه عالی پر هیجان که بتانم یاریف خود شکست بتم و بیرق افغانستان بلند بکنم. شکست میتین و همه تو پیروز هم میشین. یک کدام وزن بخیر اشتراک میکنین؟ وزن 77 کیلو. وزن ما در مسابقه که میرم طبعا 77 بازی میکنم. بسیار خوب. در سازمان SFL سال پیش رو در فصل جدیدش شما اشتراک خواهید کرد؟ بله هرگاه از ما تقاضا بکنه، چون قرار دادم کردیم و در وزن 77 شاید ما قبلا که در اون مسابقه در اون مسابقات اشتراک کرده بودم، از فایت ما زیادتر خوششان آمده بود. از رئیس سازمان با ما پیشنهاد میکرد، ما پای موگار شده بود، فاینال بازی نکردم. حتی در بسیار چیز کردن که باید ما فایت بکنم، میگه وقت تو در رنگ میایی کل امی تالار چیز میشه، علاقه داره میگه تره ببینه فایت تره ببینه. باز دیگه علاقه دارم که باز انشاءالله بخیر که دو جمع برین و بدرخشین. فاید بکنم. شما در سازمان SFL زمان که اشتراک داشتین فکر میکنم که یک برد یک باخت در کارنامه‌تون ثبت شد، که باختتان هم دلیلش چون او زمان هم ما یاد کردم و با شما هم یاد کردیم با پیندو عزیز، حالا اگر یادآوری کنین چون خودت نمراتت بیشتر بود نسبت به حریفت، با مو فاولایی که از توصیه های البته که از طرف داور شده بود که خودت واگذار کردیم مسابقه را بعرفت، همین جریان از این واگذار کردن تا اگه با بین دوی شریک بسوزی. ولی ما پار سال این همی شب و روز بود که با یکی از قهرمان های امریکا UFC مسابقه داشتم که دارای 18 ریکارد MMA بود، البته در وزن 77 کیلو هم رایش مسابقه داشتم. ریکارد خیلی بلند هم ریکاردش بالا بود. ما 18 مسابقه بیرون مرزی کردیم، البته آماتور و پروفشنل، همیش با قهرمانایی بوده که از ما که ریکاردش 4-5 برابر یا 10 برابر بالا بوده، یعنی با بهترین ها مسابقه داشتم. ما در MMA یک ریکارد نداشتم، با یک مسابقه با یعریفم از کشور لندن مسابقه کردیم 22 ریکارد داشت، در حالی که ما هیچ ریکارد نداشتیم. ریکارد پروفشنل البته. ریکارد پروفشنل MMA ما امروش مسابقه کردیم. این یعریف ما هم از اونمو جمله عریفایی بود که بسیار در MMA پیشتاز بود. خب خیر ما با می تمرینات و با می استعداد و توانایی ما چیز دارم، باورمند هستم، امروز مسابقه کردم، نمره ما بالا بود. واقعا بله نمره تان بالا بود. یه تیرگه بود که ما بسیار در استرس بودم. سه قهرمان ما یک شب پیش از ما مسابقه را بردن، آخرین شب بود که ما باید فایت بکنم و ما میخواستم که بهترین فایت ما اجرا بکنم و یه امریکایی هر دقیقه در رفت میکرد و مرا شپا میکرد، برای ما مشکل جور کرده بود در مسابقه. ما از امی کیچ محکم گرفتم، گفتم خیر یک فاول چیز ما اضافه میشه، یک نمره کم میشه، ما کتما استاده کار کنه که زود نکاوتش کنم که بهترین فایت بین افغانا ما بکنم. او بدبختانه که نفری یک قسم قارش آمد و در دو بار که ما کیچ گرفتم مسابقه را استاب کرد و دفتن دست حریف ما بالا کرد.
که بسیار سر ما تاثیر منفی کرد. خودت نمیخواستی که دیگه برنامه رات ببریم، میخواستی که نکاوتش کنی. بله بله. مسابقه ختم کنی. اونم باعث شد که ما میخواستم فایت بسیار خوبش بکنم در بین چهار ورزشکار که دو تا قهرمان ما در دبی مسابقه را بردن، دو تا همراه ما در اسفل بردن. فقط شب هیچ یادم هم نمیره، شب یکشنبه بود که ما باید فایت بکنم و این مسابقه را دوستا ببینن و بگوین که فیضی بهترین فایت کرد. او بود که ما بخی مسابقه از دستم رفت که دو زمان نمرات شما خیلی بالا بود، حتی شاید بگیم که حدود 8 تا 10 فرق داشتین شما نمراتتون بالا بود، اما با او توسعه و که از طرف اختیاری گرفتیم از طرف مربی وسط میدان که شما واگذار کردیم مسابقه را. فیضی عزیز دوزار جی اس پی هستی درست؟ بله. ای که خودت دوزارش هستی چی خوب است بریم صحنه برتر این مسابقات جی اس پی را ببینیم و صحنه مسابقه های خودت هم که به ما مولنگاوش روان کردین و در دسترس ما قرار دادین با کیفیت بالایش، او را هم با بینده عزیز یک جا میبینیم. همچنان جریان تمرینات عبدالسمی فیضی که در یکی از باشگاه شهر کابل ثبت شده و با مربیگری استاد آیت‌الله خیری، او را میبینیم با شما عزیزان برنامه و در ادامه برنامه با عبدالسمی فیضی. We'll be right back.
سنای برتر جی اس پی کانادایی رو با هم دیدیم که جورج استریپری که قهرمان وزن 77 کیلوگرم است، درست سمی جان؟ حالا هم با جی اس پی افغانی هستیم سمی جان فیضی. خب سمی جان، یاد کردی از جی اس پی که خیلی دوستدار هستی، از ورزشکارهای دیگه که در رشته‌های مختلف هستند دوستدار کدام ورزشکار هستی البته در افغانستان؟ ما خب نوابی صاحب البته می رشته‌ای که من اصلا خوشم میایه بغیر از ام ام ای که خودم هستم، پهلوانی زیاد خوشم میایه، بوکسینگ خوشم میایه، جوجوتسو خوشم میایه. یعنی اگر من ام ام ای کار نمی بودم ده این سه رشته یک رشته دیگر شاید انتخاب میکردم، یا جوجوتسو میکردم و یا بوکس پیش می بردم و یا هم پهلوانی میکردم. بسیار خوب. دیگه در بین قهرمانای این رشته در پهلوانی کلشان افتخار ما هستند. خب من استاد اشمت ملا خیلی زیاد خوش دارم کارشه که در پهلوانی در مسابقات ترکمنستان هم در چیز مسابقه کردن یک سال پیش که دو حریف خود بسیار در صحنه اول در صفر کرد. خوش دارم امرایشان پهلوانی هم میکنم. در کدام وزن هستن؟ در وزن 77-80 کیلو هم وزن خود ما هم هست کتم پهلوانی میکنه و در بوکس همی ستاره ما و شما را علاداد رحیمی را خوش دارم، واقعا استعدادش قابل قدر است. در جوجوتسو خودم کمربند قهرمانی دارم بین 280 ورزشکار که بهترین یک صحنه خاطره از این مسابقه دارم در جوجوتسو خودم. خیلی مفهومی دمیدم. خیر ببینید، تشکر. سمی جان بخیر، مسابقه هم در پیش داری، آمادگی های تصمیم داری که در افغانستان ادامه بیتی یا بری خارج از افغانستان و جمع تمریناتتون رو پیش ببری؟ من مسابقه که پیش روی دارم فعلا خو آماده مسابقه هستم و به مسابقه من وقت کم مانده. بخیر انشالله بعد از این مسابقه به من دروازه بسیار خوب در رشته ام ام ای باز میشه و من شاید بتانم که در سازمان بزرگ بلاتور باید فایت بکنم که پیشنهادم از طرف سازمان برای من شده. بسیار فقط گفت دو ریکارد باید در کارنامه ورزشی من اضافه شود، دو ریکارد برد باشه و بعد از اون من میتانم در بلاتور به نمایندگی افغانستان فایت بکنم. هرگاه من در بلاتور مسابقه داشته باشم و تمرینات خود در خارج از افغانستان. چون او دومین سازمان بزرگ دنیا است و هم که در اواخر خیلی هم رشد کرده. رشد کرده، بسیار رشد کرده. دیگه باید باز من تمرینات خود یا در تایلند و یا در هند و یا در یک کشور دیگه پیش ببرم. و نگفته نمان نوابی صاحب که همی علت که من دیر فاید میکنم و زود فاید نمیکنم، شاید دوستا فکر را و انگیزه های مختلف در ذهنشان بیاید، شاید هم بگوید که فیضی یا آماده مسابقه نیست و یا هم از مسابقه ترس داره یا اراز داره. نه خیر، این گپ نیست. هر شخص یا هر فایتری که در ام ام ای پای میماند چشم از او شش رقم پاره میشه، او ترس در زندگی در قلبش و در دماغش و در ذهنش ترس نمی باشه، فایتر ام ام ای در دلش ترس نمی باشه. علت از اینکه من دیر فاید میکنم این است که من منیجر ندارم، به من زود فاید مهیا نمیشه. هرگاه به من در یک ماه دو مسابقه یک کس جور بکنه، من میتونم در یک ماه دو مسابقه بکنم، در تا سه مسابقه که وجودم سالم باشه و جور باشم، من میتونم فاید آماده هستی؟ یعنی 100% آماده هستم. یعنی ترس راستی گپا از وجود خودت؟ نه نه نه، گفتم که در ام ام ای کسی که مسابقه میکنه و در ام ام ای میایه آدم ترسو در ام ام ای اصلا نمیایه. در مجموع چقدر مسابقه داشتی در جریانی که خودت ورزش میکنی در هر رشته که بوده؟ من اگه اینطور حساب بکنم نوابی صاحب از جوجوتسو گرفته 8 مسابقه در جوجوتسو کردیم در سب میشن که برد دارم و در مسابقه آماتور شاید 11 یا 12 مسابقه آماتور خارجی، در داخل هم شاید 8 یا 9 مسابقه در داخل کرده باشم، حرفه‌ای هم 6 مسابقه است. تقریبا از 50 تا بالا میشه 25 یا 28 تا مسابقه. تعداد که شما گفتید زیاد شده. از 10 سال دیگه به اسم من مسابقه کرده رئیسم. خب چون هم حرفه‌ای شما مد نظر بگیری آماتور هم حتما تعدادش این مسابقه ما فقط داخلی را حسابم نکردیم، این مسابقه خارجی ما که آماتور و حرفه‌ای بوده ابدا مسابقه بوده که 18 میشه باز باختیم که بعد از اتحاله نام خواهد. مسابقه که در خارج انجام دادی حتما
حتماً حتماً یک 20 مسابقه خود افغانستان در داخل افغانستان. بله بله. خیلی خوشحال شدیم از اینکه خود تا با خود داشتیم. اگر کدام پیام در ذهن دارید میشه با بینندگان عزیزم شریک بسازید. قربانتان، بسیار زیاد تشکر که مرا دعوت کردین. از تمام دوستا و هموطنان عزیز خود آرزوی دعا دارم که به ما دعا بکنه که تا بتونم در تاریخ 4 اپریل که مسابقه دارم با حریف کشور روسیه بتانم که بیرق افغانستان به اهتزاز بیارم و یک خوشی و لبخند به لبان مردم عزیزم داشته باشم. انشاءالله بخیر که این آمادگی شما رو میبینیم یا زحمات شما رو میبینیم که شخصا من خودم شاهدش هستم که یکی از تصاویر شما رو در صفحات اجتماعی دیدم که در روز بارونی تمرینات تو بله، واقعا بله، که زحمات زیاد میکشی. بخیر من شخصا دوستدارم و ورزشکارای هستم که استعداد زیاد دارن اما امکاناتشان کم است، ارتباطاتشان کم است. میخوایم که رشد پیدا کنن دیگه، هر همکاری و هر گونه که بخیر ما بتونیم که به شما خدمت کنیم دریغ نمیکنیم. بخیر امید پیروزی شما سمی جان. بینده عزیز تشکری میکنم از شما که بینده برنامه قهرمانان بودین. تا هفته بعد، خداحافظ.